روز یکشنبه 23 دسامبر قرار است نزدیک 9 میلیون نفر از مردم پرتغال در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کنند. مانوئل آلگره، سیاستمدار سوسیالیست از مجموع 5 رقیب ریاست جمهوری کنونی پرتغال، بیشترین شانس را برای کشاندن انتخابات به دور دوم در برابر رئیس جمهور کنونی دارد. در این حال بنابر نظرسنجی‌ها، آنیبال کاواکو سیلوا، رئیس جمهوری راستگرای کنونی از وضع خوبی برای پیروزی در انتخابات برخوردار است. یک شهروند پرتغالی در لیسبون، پایتخت پرتغال، سوسیالیست‌ها را علت مشکلات کشور می‌داند. در این حال شهروند دیگری نیز بر این باور است که مانوئل آلگره از حزب سوسیالیست‌ها تضمینی برای دموکراسی در این کشور است. پیشتر در سال 2006 آلگره برخلاف خواست سران حزب سوسیالیست نامزد انتخابات شده و جایگاه سوم را به دست آورده بود. میشل دوس سانتوس خبرنگار یورونیوز از شهر لیسبون میگوید در آخرین روزهای کارزار انتخاباتی بسیاری میخواهند بگویند که سیلوا رئیس جمهوری کنونی در انتخابات به پیروزی خواهد رسید. اما نتیجه انتخابات هر چه باشد، فردی که وارد کاخ ریاست جمهوری می شود، کشوری با بحران جدی اقتصادی را پیش رو خواهد داشت که باید آن را مدیریت کند.